بسم الله الرحمن الرحیم. میفرمان که دلهایی که روی آن کلمه تقوا و محبت نوشته شده به هر جایی که بخواهند پرواز میکنند و کائنات در مقابل آنها سر تعظیم فرود میآورد. خب این پروازی که این دلهای با تقوا، تقوا رو یعنی چی؟ متاسفانه آخوندا تقوا رو که خودتون میدونید چندشاورترین توصیف از تقوا رو دارن، که امیدوارم خداوند همه چیز اینا رو به قدرت خودش محو کنه. اینو یقین دارم به زودی انشالله، تا الانش که شده 30% دیگه مونده. تقوا که خداوند در قرآن میفرمان که ما به شما وقتی فرستادیمتون زمین لباس تقوا به تن کنید، یعنی آن چیزی که خداوند امر میفرمان انجام ندی نده، اون چیزی که میفرمان انجام بدی انجام بده. چرا؟ برای این که در جلسات قبلم خدمتتون عرض کردم که بشر بر مبنای فطرت بشریش، اون ذاتی که همطیف طول موج خداوند هست، خلق شده و جذب اون میشه. سلامتیش در اون، رفاهش در اون، آرامشش در اون، هر آن چیزی که خداوند فرموده. خب زمانی که میفرمان که دروغ نگو، این لباس تقواست. چرا؟ چون زمانی که ما صوت از دهانمون خارج میشه، اگه پوچ باشه هرچی پوچه به ما وصل میشه، اگه حقیقت باشه هرچی حقیقت به ما وصل میشه. چون ما غذایی که میخوریم نیمی درون تن ما تبدیل میشه به انرژی ماندن، زنده ماندن، نیمی هم به صورت بخار از تن خارج میشه. شما این بخار رو میتونی حس کنی، اما این از تن خارج نمیشه، یعنی به فضا نمیره، این به ما وصل هست. این حاله ما رو، انرژی موجودیت ما رو به وجود میاره که زمانی که ما میمیریم محاسبه. خداوند در قرآن میفرماد به طور فتن عینی محاسبه میکنم که شما اعمال بد داشتی یا خوب داشتی. خب مثلا شما فرض بفرمایید پرتغالی کد داره، نمیدونم گوشتی کدی داره، دروغی کد داره، حقیقتی کد داره، همه یه کدای خاص دارن. وقتی یه بشر میمیره، قلب تپندش، ببینید این قلب تپنده است که همه انرژی ها رو جذب میکنه. هر چیزی که ما فکر کرده باشیم از ذهن ما، از مغز ما خارج شده باشه، از چاکراهای مغزیمون، اونو جذب میکنه. هرچی که خورده باشیم تبدیل شده باشه، انرژی سبزیجات به ما وصله، انرژی گوشت وصله، هر نوع انرژی وصله. و زمانی که این قلب از تپش میافته دیگه جذب انرژی نداره، اون نوع انرژی که در مدت شما فرض بفهمه 90 سال داشتید، اطراف این جسد همه روی اون فرود میاد. خب یه محاسبه به طور فتل این کافیه دیگه. شما چند کیلو سبزی خوردی؟ کد سبزیت مشخصه. چقدر گوشت میل فرمودید؟ کد گوشت مشخصه. و چه امواج پوچ بوده، چه امواج حقیقت بوده، چی بوده چی نبوده، همه کدها مشخص. لایسر تام شد رفت. اینا به طور فتل این محاسبه کردن. این همون لباس تقواست. وقتی که خداوند میفرمان که مثلا حسادت نکن، برای کسی بد نخواه، دروغ نگو، تهمت نزن، همه این چیزها رو برای خود ما داره میگه، که چون ما این نوع انرژی رو به فضا بفرستیم همون نوع انرژی رو میگیریم. این اطراف ما رو میگیره و اجازه ورود امواجهای خداوند رو که بخواد سازندگی بر زندگیمون داشته باشه رو نمیده. این برمیگرده به همون چیز که دلهایی که
روی اون کلمه تقوا محبت نوشته شده باشه. محبت از خداست، محبت منشأش خداست، رحم منشأش خداست. شما ببینید کشورهایی که جان آدمی برای دولت مردانش مهم هستند، برای قوانینهاش مهم هستند، که جان آدمی مهم هست و حفاظت میکنن از اون ملت، همه وصله به خدا هستن. تا اینکه تو ایران هیچ جانی مهم نیست، اصلا جان مهم نیست، اینا ربط به خدا ندارن، همه ابلیس هایی هستن که در حال حرکتن، زبالدان های متحرکن به قول استادای من. من نمیدونم واقعا کی میخواید شماها چشماتون رو باز کنید، کی میخواید بفهمید که بابا خدا امام حسین نبود، خدا امام حسن نیست، امام علی نیست، ائمه نیست، روزخونی نیست. اینها الان این همه چند میلیون آخوند هست، چرا قیام نمی کنند بر علیه این ظلم، بر علیه این فساد؟ چون خودشون فاسدن، همه با همن، همه با همن دروغ میگن که فلانی اومد اینو گفت، بیسانی اومد اونو گفت. نه، این مثل اونا نیست. نه، اینا این درس فساد رو همشون با هم خوندن، همه همدیگر قبول دارن. مگه نمیگن امام زمان از طرف خدا میاد؟ خب اینا مگه شاگردان امام زمان نیستن؟ مگه شاگردان امام جعفر صادق نیستن؟ امیدوارم خدا واگذارشون کنه به خودشون، خدا جزاشونو بده، خدا جزای دو دنیاشونو بده که 600 سال ملت ایران نابود کردن. و میشه و خواهید دید، همه تون زنده خواهید بود، خواهید دید شکست آخوندها رو. مفتزه که شدن، رسواترین قوم ایرانی این آخوندان، کثیفترین این آخوندان. آخه چرا چشاتون رو باز نمی کنید؟ محله به محله با یه پلاکارد وایستادن، این پول خورده، او یکی برده، او یکی دزدیده. خب بابا همه تون متحد بشید بریزید، تموم شد دیگه. خودتونم نمیخواید قبول کنید، قبول کنید که اینها ابزارهای ابلیسن. اینها چه بهشتی چه جهنمی که اینا براتون درست کردن. الان تو جهنم دارید میسوزید همتون، هممون، چه شخص دور باشه چه نزدیک باشه. چرا نمیخواید به خودتون بیاید؟ دائما تو این شبکه های اجتماعی به قیام کردن و چرت پرت گفتن و چقدر حرف، حداقل قدرت اجرایی داشته باشید. من شما انسان نیستید؟ وقتی شما قیام کنید برای دیگران، خدا برای شما قیام میکنه، خداوند به شما سرویس دهی میده. وقتی هر کس هی به ترس ما رو به زندان، خب به زندان چیکار تو میکنن؟ تو که عمرت به دنیا باشه، چه چیزی میخواد به تو زیاد بشه کم بشه؟ تو اگه عمر شخص به دنیا نباشه، توی همین خیابون هم باشی میمیری، تو خونه باشه میمیری، چه فرق میکنه؟ همه به خاطر عدم شناخت خداونده که این ترس بر همه تون مستولی شده. این ترسه. حداقل میتونی که صدای منو میشنه ته قلبت از خدا بخوای که یا رب العالمین به یاری ما بیا. میتونید قرآن رو بخونید، این کار که میتونید بکنید که خدا به یاری ما بیا، که اونم نمیخواید بکنید. یعنی انقدر به خودتون مشغولید، کی چی کار کرد، کی چی خرید، کی چه فلان کرد، بیسان کرد، که اصلا فکر نمی کنید که بابا تو چه منجلا بگیر کردید همتون. میفرمان که دنیا در خود ماست، هر که بر خود مسلط باشد دنیا را به اطاعت درآورده است. چون ابتدا تغییرات و تسلط از درون شروع می شود. این همون به مانند آیه قرآنی که خداوند میفرماد اگر شخص درون خودش رو اصلاح کنه، من بیرونش رو اصلاح میکنم.
که این امواج مثبت یا منفی از درون خود آدم تراوش میکنه، ابتدا از تراوشات مغزیه. میفرمان زشتی های اخلاقی اگر ترک هم شوند، مانند زخم پس از شفا یافتن جای آن باقی میماند. هر آدمی در گرو اعمالی است که انجام داده است. این هر آدمی در گرو اعمالی است که انجام داده است در قرآن. این یکی از حکماست که میفرماد که زشتی های اخلاقی اگر ترک شد جای زخمش هم میمونه. آها، جای زخم انرژی هایی است که در اون بعد زمان از ما متساعد شده و نیروهای بمانندش، انرژی های بمانندش به ما متصل شده و وضعیت شرایط های بعدی رو به وجود میاره. میفرمان که سلام بر تو ای پاک دامنی، که پاک ماندن خونها و شیرها، پایدار ماندن خانواده ها و پیوستگی ها، معصوم ماندن علاقه ها و وابستگی ها از توست. تو آفتاب شرف و نجابتی. این در مورد خداونده، در مورد انرژی خداونده. خداوند آفتاب شرف و نجابته و همه این چیزها از خود خداست. هر کس به خداوند وصل شه. یه شعری رو توی مطبی میخوندم که خیلی جالب بود، که خدایا هر کس که علم تو را برافراشت، دیگر علمها را بینداخت. اینو شما یادتون باشه، خدا، فقط خدا. یعنی اگر شما بخوای فکر کنی فلان امام، فلان پیامبر، فلان ملائک، فلان چیزا، باز هم خدمتتون عرض میکنم برای من پیام ندید. میشه خانم رانی شما بگید که ما چجوری با ملک درونمون ارتباط برقرار کنیم؟ من به خدا نمیفهمم شماها چی خوردید، انقدر گیجید. بابا من ببینید 200 خورده ویدیو، در تمام ویدیوها اگه قرآنم خونده باشید، خدا میفرماد به هیچ یک از ملائک وصل نشید، هیچ چیز از ملائک نخواهید، هیچ چیز از بشر نخواهید، هیچ چیز از پیامبر نخواهید، هیچ چیز از رؤساتون نخواهید. فقط باید به خود خدا وصلید، فقط باید از خود خدا بخواید. به علت این که اگر شما به دیگری وصلید، چه ملائک باشه، ملائک یک اقتدار، یک قدرت محدود داره، به قدرت محدود اون وصل میشید و اون شامل بعد زمان و مکان میشه. اگر به اماما و پیامبرا گذشته وصل شید، اونا قدرت های محدود دارن. خداست که قدرت بی نهایت داره و مکان و زمان شامل حال اون نمیشه. شما به هر موجودی که وصل بشید، به حد همون موجود به شما سرویس دهی میده. یعنی این که اگر ما وصلیم به 1400 سال پیش، به 2000 سال پیش، به 3000 سال پیش، در همون حد به ما سرویس دهی میدن. آی مسیحیا، یهودیا، مسلمونای شناسنامه ای، از این افکار بیاید بیرون که پیامبران ما، امامان ما میان، شفیعان ما میشن، گناهان ما رو ببخشن. بابا بزرگوارا، خوبان، بهترین ها در خدمت شما، که ناراحت نشید. گناه یعنی اشتباه، یعنی این که این گناه در اینجا نباید انجام بشه که وضعیت شرایط بعدی شما ساخته بشه. چه ربطی به جهنم شما داره؟ وقتی شما اینجا رو بتونی بسازی، زندگی تو بتونی بسازی، امواج خدا رو بتونی جذب کنی، میتونی سرای آخرتت رو هم بسازی. اما نه این که شما هی بگی که من چیزم، نمیدونم مسیحی هستم، نه مسیح اومده که به دوش بکشه گناهان ما رو. خب آخه به چه درد حضرت مسیح خوره؟ به چه درد شما میخوره که گناهان شما به دوش کشیده بشه؟ بابا زمین یه نوع عکس العمل، عمل و عکس العمل داره، که شما اگر این کارا رو انجام بدی، اون چیزایی که میخوای رو بهت نمیدن، نمیگیری. یعنی
به این صورت خلقت شده، نمیشه چیزی رو تغییر داد. شما اگر به خدا خدا وصلی، همه چی بهترین به شما جذب میشه. اگه به غیر از خدا جذب شی یا وصل شی، از اونا بخوای، به حد اونا به شما سرویس دهی داده میشه، که خداوند اینو بر شما نمیخواد. خداوند میخواد که سرویس دهی بالاتر برتر به شما داده باشه، شما امواج خدا رو جذب کرده باشی برای عبور از زمین به کشورهای به کرات دیگه. تمام شده این که دیگه این همه مطلب نداره توش. به خدای رحمان می‌سپارمتون.